بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز. با هفتمین ویدیو لکچر از چپتر 6 شبکه 3 در خدمت شما هستم. دو تا موضوع اساسی که در مبحث OSPF Configuration، در ملتی OSPF Configuration مانده بود، یکی پسیف انترفیس است که چطور رو کانفیگر بکنیم، یکی هم راوتر SPR Configurationش مانده بود که به هر حال باید آشنایی پیدا میکردیم با اکسترنال LSA وقتی تبلیغ میشه در درون یک نتورک OSPF. خب میریم از پسیف انترفیس شروع میکنیم، چگونه ما یک پسیف انترفیس کانفیگر میکنیم. ما در اینجا در سناریو دو تا لن را اد کردم در ایریای یک، یکی نتورک 60.10.1.0/24 که با گیگ 0.1 وصل هست. اگر اینجا گیگش هم مشخص بکنم، گیگ 0/1 ای سمت هست و گیگ سلش با بر حال اجازه بتون گیگ 0/2 به سمت روبرویش ده ای سمت که آی پی یک را آی پی ده ده یک یک را بر پورت راوتر دادم، ده گیگ 0/1 دادم و آی پی ده ده یک در به پی سی دادم به خاطر از اینکه بتونم در نتورک وصل شم. این طرف OSPF شم من کانفیگر کردم به خاطر از اینکه کار ما طولانی نشه، بر شما نشان میتونم. دقت بکنین که من در راوتر R7 که همین راوتر ماست در ایریای یک آمدم، در انترفیسش OSPF کانفیگر کردم که در ایریای یک هست. اول انترفیس دو وارد شدم، آی پی آدرس دادم برش که ده ده دو یک هست که دو یک را به پورت راوتر دادیم به این سمت و دو در به خود پی سی دادیم. بعد نوشت داون گفتیم آی پی او اس پی اف یک ایریای یک آمدم او اس پی اف شه کانفیگر کردم. از طرف دیگه دوباره آمدم در انترفیس گیگ 0/1ش دوباره او اس پی اف در همون انترفیس کانفیگر کردم. خب این سمت فعلا کانفیگریشنش تکمیل است. مثلا اگر بخوایم مثلا پینگ بکنیم یکی از نتورک ها را، باید بر ما پینگ بده به خاطر اینکه OSPFش کانفیگر شده. شما مثلا به این آی پی 10.10.C مثلا یک پینگ بکنین، ببینید راوتر اکسسیبل است یا خیر. اگر اکسسیبل بود یعنی که OSPF ما کار میکنه و کانفیگر شده درست است. 10.10.C.1.1 در واقع همون راوتر R5 هست که ما پورتش میخوایم پینگ بکنیم. میبینیم که پینگ ما برقرار است، به این معنا که OSPF درست در این سمت کانفیگر شده. خب حالا پسیف انترفیس چی است؟ ما پسیف انترفیس هم این طرف هم یک کانفیگریشن انجام بدم تا شما حداقل او چیزی را که ما در ایریای یک انجام دادم اینجا شما حداقل یک بار ببینیم که چگونه انجام شده. میم سناریوی خود یک مقدار کش میکنیم به سمت چپ، ببینیم که به هر حال کانفیگریشنش چگونه انجام میشه. میروم در Global Configuration Mode. در اینجا نتورک که ما داروم در راوتر R6 هستم فعلا. در راوتر R6 میروم انترفیس گیگ 0/1ش را لاغین میشم بهش. اول یک نو شات داون میگم که اپ شد، پورتش میبینم که اپ شد. وقتی پورتش اپ میشه میتونم حالا آی پی تعریف کنم برش، آی پی آدرس 10.10.51.1 برش به رپورت راوتر میتونم با ماسک 3255.0 و میتونم همینجا OSPF هم کانفیگر بکنم، بگم IP OSPF 1 ایریایش اینجا 2 هست، پس ایریایش هم مشخص میکنم ایریای 2 به خاطر از اینکه مشکلی بر ما ایجاد نشه. خب حالا میم راوتینگ تیبلش رو چک بکنیم، شو آی پی راوت بگویم. اگر دقت بکنین دوست عزیز، ما نتورک 10.51.1 را 51.0 را در اینجا که دایرکتلی کانکتد است از طریق گیگابیت اینترنت 0.1 در اینجا معرفی شده، در راوتینگ تیبل موجود هست. حالا ببینیم در راوتر R2 آیا این نتورکی که جدیدن ما آوردیم ایجاد کردیم در اینجا قابل شناسایی هست یا خیر. میم یک شو آی پی راوت هم اینجا میگم، شو آی پی راوت بکشم این طرف تر ببینم که آیا 10.51 هست. بله از طریق OSPF معرفی شده.
10.51.0/24 با ادمنستریف دیستنسی که OSPF 10 هست و کاست 65. کاست هم در ویدیوی قبلی به شما توضیح دادم که اینترفیس سریال کاست 64 هست به اضافه کاست 1 که مربوط به گیگابیت اینترنت میشه که هر دوتایش 64 به اضافه 1 شده 65. پس این نتورک هم در اینجا قابل شناسایی است. حالا ببینیم مثلا از پی سی 0 ما میخواییم پی سی 3 اکسس بکنم. پی سی 0 اگه آی پی داده باشون بله 5111 رو میخواییم اکسس بکنم. آیا اکسسیبل هست؟ آیا قابل پینگ هست؟ من یک پینگ رن میکنم در اینجا میگم که 10.51.11 ببینم این دوتا نتورک هم دیگر رو میتونه بشناسه یا خیر. بله میبینم که پینگش برقرار هست. پینگ اولی به خاطر آرپ ریپلای نداد برای ما، تایم اوت داد و دومی برقرار. پس نتورک ما در اینجا نتورک کاملا درست کانفیگر شده و مشکل نداریم. حالا پسیف انترفیس میخواییم خدمت شما عرض بکنم که پسیف انترفیس یعنی چی؟ پسیف انترفیس در واقع اگر شما کانسپت OSPF درستی درک کرده باشین در واقع آپدیت هایی که بین راوترها مبادله میشه این آپدیت ها ضرورت است که هر از چندگاهی مثلا اگر تغییری در بخش از نتورک میاد مثلا این لینک قطع میشه. حالا راوتر دی آر و بی دی آر که ما در این نتورک داریم و یا راوتری که به هر حال از طریق لینک پوینت تو پوینت با هم کانکت است اینا به دلیل اینکه دیتابیس شان باید شیر باشه و بتونن از طریق شیر بودن همین دیتابیس از اوضای همدیگه خبر باشن به همدیگر آپدیت میفرستن یا LSA میفرستن. LSA ضرورت هست که بین راوترها مبادله شود نه بین سویچ و لن ها. بنابراین ما پسیو اینترفیس چی زمان استفاده میکنیم؟ زمانی که بخوایم LSA بین راوتر مبادله شود دیگه. حالا شما حدس میزنین که پس ما سمت سویچ نباید LSA بفرستیم. چرا؟ چون نیاز نیست که سویچ و پی سی های ما پکیج LSA دریافت بکنه. هم بنویت مصرف میشه، هم به نوعی به هر حال ترافیک ایجاد میشه در شبکه ای ما و هم در این حال یک کار بدون استفاده و بلا استفاده است. بنان کار میکنیم که همو پورت راوتری که سمت لن هست او رو پسیف میسازیم. چگونه او رو پسیف میسازیم؟ میم مثلا در راوتر R6 در گلوبل کانفیگریشن مود میروم راوتر OSPF پروسس آیدیش هم 1 در نظر گرفتیم. در اینجا وقتی وارد شدم کماند را دارم که میگم پسیف، حالا بگذارین با کپیتال نباشه بهتره، پسیف انترفیس. کدام انترفیس ما میخواییم پسیف بسازم که آپدیت به او سمت نره از سمت راوتر؟ ما در اینجا گفتم گیگابیت 0.1 را داشتیم. گیگابیت 0.1 ما میخواییم آپدیت نره اینجا. البته کماند دیگه هم داریم که میگن دیفالت. اگر دقت بکنیم ما اینجا اینترنت داریم، فست اینترنت داریم، لوپ بک داریم. به سمت لوپ بک نره، به سمت گیگابیت نره و به سمت حتی دیفالت داریم. دیفالت به این معنی که تمامی انترفیس ها را آپدیت دهش نباید بفرسته. در صورتی که ما میخواییم مثلا در یک راوتر یک تا لینک داریم و چندین تا لن دیگه دهش وصل است، بنان ما دیفالت میگیریم. چرا دیفالت میگیریم؟ به خاطر از اینکه در تمامی انترفیس ها نباید روان شوه الا یکی. او یکی را ما میتونیم استثناء بکنیم که استثنایش هم به شما نشان میدم. خب ما در اینجا میم پسیو انترفیس دیفالت میگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه میخوایم تمام پورت های راوتر 6 دیگه اپدیت نفرسته، LSA نفرسته به این سمتی. بعد میم انترفیسی که به سمت راوتر دور رفته ای را استثناء میکنم، میگم که نه غیر از این به بقیه نفرست، به پورتی که تنها میتونی LSA بفرستی یا اپدیت بفرستی پورتی هست که به سمت راوتر آردو رفته و پورت سریال شما هست. بنان اگر انتر بکنم میبینم که رابطه همسایگی با راوتر دو 4-2 هم قطع شد. چرا رابطهش داون شد؟ به خاطر از اینکه ما گفتیم که اپدیت نفرست. وقتی اپدیت نفرسته یعنی چی؟ یعنی که دیگه ارتباط همسایگی قطع شده. خب حالا ما وقتی آمدیم دیفالت گفتیم به سمت
لنم نمیفرسته، به سمت لوپبک آدرس هایی که ما اینجا ایجاد کردیم هم نمیفرسته و حتی به سمت سریال هم نمیفرسته. خب چطور چه کار بکنیم که این به حال استثناء شود؟ کماند داریم که نو پسیو اینترفیس. کدام اینترفیس؟ اینترفیس سریال 3 تا 0. میگه غیر از این به بقیه اپدیت بفرست. ما لار استثناء کردیم تا اپدیت ما بفرسته. باید ارتباط همسایگی دوباره برقرار شود با راوتر با آیدی 4 تا 2 که دیدیم. این رابطه دوباره برقرار شد و رابطه دو طرفی به صورت فول در آمد. خب این روش بود برای پسیو ساختن یک اینترفیس. شما میتونین این سناریو رو علاوه این سمت هم انجام بدین. اگر به صورت بسیار سریع بخوایم این رو در این سمت هم انجام بتون، من در گلوبال کانفیگریشن مود راوتر او اس پی اف پروسس 1 بعد میگم که پسیو اینترفیس، حالا میگم گیگابیت پورتش رو مشخص میکنم، میگم گیگ 01 این رو پسیو بساز و گیگ 02 رو پسیو بساز. پس حالا اپدیت به سمت گیگ 01 و 02 دیگه نمیره و همینطور به تمامی پورت هایی که در راوتر R6 هست نمیره الا پورت سریالش که به سمت راوتر R2 هست. خب این روش بود برای پسیو ساختن یک اینترفیس که خدمت شما عرض کردم. و اما راوتر ASBR، راوتر ASBR چی است؟ راوتر هست که مثلا اگر ما بخوایم راوتر 5 خودم به یک راوتر مثلا ISP وصل بکنیم یا هر راوتر دیگه ای، مثلا با این راوتر در بیرون از نتورک خود که این راوتر نامش حالا راوتر مثلا 8 بگیریم، گرچه مربوط ما نمیشه، یا ISP بگیریم یا یک کمپانی دیگه بگیریم، مثلا خب حالا میگیرم ISP به خاطر که واضح تر مشخص شد. خب ما میخواییم راوتر R5 ما به عنوان راوتر ASBR باشه. یعنی چی؟ یعنی اپدیت های اکسترنل که OSPF کانفیگر هم نیست به سمت نتورک داخل ما بفرسته. خب چیکار میکنیم؟ رایش چی هست؟ میم این راوتر رو با هم دیگر از طریق حالا یک کیبل کراس با هم دیگر وصل میکنیم. گیگ 00 شده با هم دیگر وصل کردیم. دیگه اینجا نیاز نیست OSPF کانفیگر شده، یعنی در پورت گیگابیت 00ش که به سمت بیرون هست ما دیگه آپدیت نمیخوایم داشته باشیم، ببخشید نمیخوایم OSPF کانفیگر بکنیم، نه در این راوتر و نه در این راوتر. پس این سمت وقتی به راوتر R5 لاگین میشیم یک سمپل کانفیگریشن داریم یا کانفیگریشن بسیار ابتدایی داریم که یک IP میتیم برش و ضمناً اجازه بدین که من یک مقدار بازتر بکنم. از طرفی هم نتورکش اگه بخوایم مشخص بکنم، مثلا یک IP پبلیک در نظر بگیرم، حالا فرض کنیم 5.5.5. مثلا 0 سلاش مثلا 30 در نظر بگیرم که 3 تا 5 هست، IP 1ش را 3 تا 5 1 را ما به سمت راوتر خود میتونم و 3.5.2 را در سمت ISP اساین میکنم IP را. خب میرم در راوتر R5، در راوتر R5 در گلوبال کانفیگریشن مود میرم، در انترفیس گیگ 00ش وارد میشم، نو شات داون میگم، اول پورت ما باید اپ شوه، حالا IP میتونم برش IP آدرس 5.5.5.1 با ماسک 255.255.255.252، چرا؟ چون سلش سی هست. خب این سمت IP دادیم، سمت مقابل میم کانفیگر میکنیم، IP میتیم برش، در این راوتر خواست نمیشم مثلا میگیرم ISP به خاطر که مشخص تر باشن. حالا میریم در انترفیس گیگ صفرش وارد میشم و نو شات داون میگم، نو شات داون گفتیم، پورت سمت مقابل نو شات داون گفته بودیم، ایرم که نو شات داون گفتیم، حالا هر دو تا اپ شد. حالا IP آدرس برش میتونم، IP آدرس 5.5.5 مثلا .2 با ماسک 255.255.255.255.252
و اگزیت میشم. حالا کار بعدی ما چی است؟ کار بعدی ما ای است که ما برای کل نتورک خود یک دیفالت راوت باید اینجا تعریف بکنیم. شما اگر دقت کرده باشین در تمامی راوترها وقتی شما شو آی پی راوت میگین، مثلا شما دقت بکنین در راوتر 4 وقتی ما کماند رن میکنیم، کماند شو آی پی راوت را، شو آی پی راوت را، یک چیزی به ما میگه اینجا. اگر خوب دقت کرده باشن دوستان، گفته gateway of last resort is not set. یعنی چی؟ یعنی ما آخرین مسیر را که باید بریم و او آخرین امید باشه و آخرین راه باشه که ما اگر هیچ جایی را پیدا نتانستیم باید به او سمت بریم، هنوز set نشده. یعنی gateway که ما را از این نتورک ببره بیرون وجود نداره به این معناست. پس ما میخواییم اونمو gateway را به کجا، کدام نتورک معرفی بکنیم؟ نتورکی که حالا ما رو به سمت ISP میبره، مثلا راوتر ISP هست اینجا. خب میریم در راوتر R5 یک دیفالت استاتیک راوت اینجا کانفیگر میکنم. خب دیفالت استاتیک راوت اگه بخوایم کانفیگر بکنم در این مود میگم که IP راوت، ببخشیم، خب IP راوت یادتان هست که ما استاتیک راوت را وقتی دیفالت راوت نوشته میکردیم، میگویم هر IP را که میخوایی به سمتش بری، با هر دستینیشن را میخوایی بری، با هر ماسکی، یعنی 4 تا 0 که هر نتورکی میخوایی در بیرون باشه و هر ماسک را میخوایی داشته باشه، برو به سمت کدام آی پی؟ به سمت آی اس پی ما که 3.5 مثلا 2 هست، 5.5.5.2، برو به این سمت. پس ما یک استاتیک راوت را به این صورت نوشته میکنیم و ای در واقع همو گیتوی آف لاست ریسورت ما هست که در اینجا معرفی شد. خب یک اند میگم شو آی پی راوت اگر بگویم در اینجا، دقت بکنین که gateway of last resort ما در اینجا مشخص شد، دیگه نگفت not set. تو نتورک اگر بخوایم به هر نتورک بخوایم بریم، برو به سمت این راوتر. پس با این حساب اگر دقت بکنین در شو آی پی راوت، ما یک استاتیک راوت هم ضرورت داشتیم که تعریف بکنیم که به هر سمت میخوای بری با هر ماسکی از طریق راوتر که آی پیش هست 5.5.5.2 به این سمت برو. خب حالا این کانفیگریشن خود انجام دادیم. چیز دیگه‌ای که مهم است، چیز دیگه‌ای که مهمه، ما در همین راوتر R5 یک کانفیگریشن دیگه هم ضرورت داریم که این رو در واقع تبلیغ بکنه، یعنی همین gateway of last resort ما را یا راوتر ISP ما را انفارمیشنش را تبلیغ بکنه در سایر مثلا ایریا هایی که ما در داخل شبکه خود، در داخل اتونومس سیستم خود یا در داخل نتورک خود داریم، در ایریا 1، در ایریا 0، در ایریا مثلا 2، اینجا چگونه ای را تبلیغ بکنه. میم راوتر SBR را یک کماند ایش رن میکنیم. راوتر SBR ما کدام است؟ راوتر SBR ما فعلا این راوتر هست که همون اتونومس سیستم باوندری راوتر هست که در اینجا قرار داره. در این کماند رن میکنم، در گلوبال کانفیگریشن مود میرم و در راوتر OSPF پروسس 1، حالا در اینجا میگم دیفالت انفارمیشن ما، اگر یک علامت سوال بتوم، کماند دیگه اوریجینیت هست. اوریجینیت به بعدش ما دیگه چیزی نداریم، اما در محیط واقعی چیزی داریم به نام always که همیشه، یعنی ای به عنوان last resort ما باشه. ای کماند وقتی انتر بکنم دیگه راوتر SVR ما میتونه انفارمیشن بیرونی را که ما حتی OSPF کانفیگر نکردیم به سمت ایریای 1، ایریای 0 و ایریای 5 ما ای را ادورتایز بکنه و تبلیغ بکنه. مثلا حالا بیاییم مثلا در راوتر، حالا فرض کن R7، ببینیم آیا نتیجه ای کماندی که اینجا زدیم دیده میشه یا خیر. میم
show IP route میگم اینجا. دوستان عزیز دقت بکنین، ما چیزی جدید را اینجا آوردیم. دقت میکنین که او static E2 آمده با همچه نتورک آدرسی و ماسکی و administrative distance 110 با کاست 1 از طریق راوتر 10.10.1 که اینی راوتر هست و پورت سریال 3.0 که ما یا اینترفیس سریال 3.0 که اینجا قرار داره. پس ای در واقع چی هست؟ اگر اینجا دقت بکنیم استریک در واقع همون کاندید دیفالت هست که ما در اینجا به صورت دیفالت گیتوی آف لاست ریسورت معرفی کرده، گفته اگر میخواین گیتوی آف لاست ریسورت برین به سمت ازی و در نتورک 3.0 که نتورک 3.0 در واقع در کجا معرفی شده؟ در راوتر 5 که پیشتر عرض کردم. پس گیتوی آف لاست ریسورت ما اینجا مشخص شد. خب E2 چی هست؟ E2 که در اینجا ما داریم در واقع OSPF External Type 2 هست که ما ایره خدمت شما قبلا به صورت نظری توضیح داده بودم و حالا به صورت عملی آمدیم ایره اینجا کانفیگریشن انجام دادیم. به این ترتیب ما تانستیم راوترهایی که در اینجا حالا به صورت نارملی به صورت او بر ما معرفی می شود، مثلا در اینجا اگر دقت بکنیم نتورک هایی که با او مشخص می شود show IP route انواع نتورک داشتیم که با او مشخص می شود. به شما گفتیم که او در واقع همون OSPF است که OSPF وقتی کانفیگر می کنیم نتورک هایی که در داخل یک اتونومس سیستم در داخل یک نتورک مثلا یک سازمان راوتر دوردست یا ریموت رو میخوای اکسس بکنه با او مشخص میکنه. نتورک هایی رو که با او مشخص میشه در واقع نتورک OSPF داخلی است. از طرف دیگه OIA داشتیم. OIA در واقع نتورک هایی بود که معمولا از ایریا های دیگه معرفی میشد در ایریای مثلا که ما قرار داریم. OE1 داشتیم که OE2 در واقع همون راوتر SVR هست. OIM راوتر ABR بود. پس OE2 توسط ASBR تبلیغ میشه در داخل نتورک ما، OIA توسط راوتر ABR. پس ASBR نوع LSA را که تولید میکنه E2 هست، یعنی External Type 2 که از بیرون انفارمیشن راوتر ISP را بر ما داد و OIA از نواهی دیگه از ایریاهای دیگه بر ما انفارمیشن میده و او انفارمیشن های رو میده که معمولا در داخل یک ایریا قرار داریم. به این ترتیب تمامی نکته هایی که در مورد OSPF بود تا حدودی به شما عرض شد. اگر نکته هایی هم باقی مانده باشه انشالله امیدواریم که در همی حد کفایت کنم، ولی اگر مانده باشه امیدواریم که خودتان هم تلاش بکنین و نکته های لازم را پیدا بکنید. در صورت که سوال باشه از طریق تلگرام، از طریق برحال شبکه های اجتماعی، از هر طریقی که شما تانستین ارتباط برقرار بکنید، انشالله در خدمت شما خواهم بود تا حد توانی که سواد خود مالا اقتضا میکنه در خدمت شما خواهم بود. در غیر از او انشالله تحقیقاتم خواهم کرد که حتما به سوالات شما سعی میکنم جواب بدم. شما رو به خدا میسپارم. تشکر از توجهتان. با آخرین ویدیویی که در مورد OSPF داشتیم، ملتی ایریا OSPF و کانفیگریشنش به صورت عملی، اینجا این ویدیو رو به پایان میرسانیم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.